رفتم به منزل یک خانواده ایرانی هستیم در شهر وان که سه سال هستش با سه تا فرزند در شهر وان بدون همسر زندگی میکنن. خیابون‌های اینجا هستش، بچه ها چطور هم؟ بیا کچه بگو، بیا حال چطوره؟ نوزد پیش خانواده آقای ویسی هستیم؟ بله خانواده آقای ویسی هستیم. و آقای ویسی سه تا فرزند داره؟ سه تا بچه دارم، این اسمش بختیاره، اینم اسمش جواده، جواد اینم اسمش ایرجه. بله ایرج چطوری؟ چونی باشی خوبی؟ قرشی یه توپ فوتبال الان برای بچه ها امروز بگیریم که این محله مثل خیلی بچه هستیم، پسر زیاد دارن. بله خب بفرمایید. مشکرم، بفرمایید. بیا قرشی رو بیرید. خیلی خوش آمدید. شما روز سه‌شنبه تشریف بیارید. بفرمایید. منزل آقای ویسی. بله من میریم. این اینجا حمام ماست. بله. اینجا جای شستن لباس و سر و خلاصه این حمام ماست. توالد نداریم. دو تا خانواده از یک توالد استفاده میکنیم. دو تا خانواده تقریبا 14 نفری از یه توالد استفاده میکنیم. چون توالد ما بیرون اونم گلیه. بله. نمیشه از اینجا. این مطبخ ما هم جای آشپزخونه ما. آها. از اون طرفه. مطبخ باشه. این به قول هموطن کردمون مطبخ. اینم جای غذا درست کردن و دیگه این چوب شکسته، از اینجا زیاد نمیتونیم استفاده بکنیم چون یه بریزه روی سر من دیگه. اینجا چه اتاقیه؟ اینجا هم تقریبا خواستن اینجا توالی درست کنیم اما چون نمیشه تو خونه توالی درست کنیم، اینجا هم جاییه که تقریبا ظرفشویه، جای شستن قاب و قاشق و خلاصه شستن. بله. شما چه مدت در والا من هستی؟ دو سال و چهار ماه اینجا هستم. بله دو سال و چهار ماه اینجا هستم، خودم رو به یوی معرفی کردم. بله. خلاصه مثل همه شمال عراقی ها ما از عراق اومدیم اینجا. بله. از اینجا امنیت ما نبود، اومدیم اینجا معرفی کردیم و خودمان نوشتیم و متاسفانه در میان 50583 کیس شمال عراق همش قبول کردن، انتقال به همش دادن، کمک مالی به همش دادن، خوب. پزشکی به همش میدن، تا حالا به من هیچی نکردن. در میان 3000 نفر بله. ایرانی که از شمال عراق به ترکیه اومدیم تنها خانواده هستم که هیچی برام نکردن، پرونده بسته بیم دادن. بله. حتی سه تا بچه‌م که تو مدرسه بخوام برن اونا هم محروم کردم چون من امضا ندارم امنیت در یوین پرونده بسته هستم، حتی سه تا بچه‌م مدرسه نرفتن. من اینجا تنها کسی که به من کمک کرده اینجا فقط آقای بهمن، تا دو بار از وسایل برنج و روغن و نخود و لوبیا و گوشت و اینا دو بار به من کمک کرده، خیلی ممنونم. 100 میلیون لیر ترکیه هم به من داده، خیلی ممنونم، اون خیلی کمک بزرگی به ما کرده. حتی کارمندای مثلا اونا که وکیل اون هستن در اینجا به من تسویه کردن که هر وقتی بچه‌ت مریض شد بیمارستان برن به حساب اوناست، اما
خوشبختانه تا حالا ما نرفتیم بیمارستان. یعنی افراد بنیاد نوروز مادن پیش خود؟ بله از طرف بنیاد نوروز، چون از طرف بنیاد نوروز دو نفر اینجا هستن. بله، یه دونه خانم یه دونه آقا پسر به نام فرامرز کیوانشکو. بله تا حالا دو بار به ما زنگ زده. این خانم فاطمه تا حالا 4-5 بار به من سر زده. یه دفتر نقاشی با چند تا قلم برای بچه‌ام آورده، ازش خیلی ممنونم. تنها کسی که در ترکیه به من سر زده و این بوده، چون من در نخواهدم نبوده، تنها بچه هستم. خیلی ممنونم برای اون زحمتی که از طرف آقا بهمن به من رسیده. نصفه از های ایرانی خارج از کشور، ایرانی ها اون افرادی که از خارج از کشور از سراسر آمریکا، اروپا و حتی از ایران هم افراد به بنیاد کمک کردن، اونو مدیون اونا هستیم، چون اونا اومدن کمک کردن. اونا دیگه اون زحمت خوبی میکشن، چون اونا اومدن به من اینجا کمک. من به یون پناه آوردم، یون همه دل از من بسته، همه دل از من بسته. الان من از طرف آقا تایفون داری که امنیت به من گفته شما دیپورتید اگر یون کاری بر نکنه. دیروز رفتم یون گفتم آقا به من دلتم نمیسوزه، سه تا بچه دارم، حد دار اونا. بله اونا به مکتب مدرسه برم، یک کاغذی از طرف امنیت. خلاصه به من گفت هیچ چیز دست ما نمیاد، ما برای شما هیچ کاری نمی کنیم، نمیتونیم برای شما امضا باز کنیم، نمیتونیم به شما کمک کنیم، نمیتونیم به شما جلوی دیپورت بگیریم. حالا دیگه من اینجا مودم، جانم خودم و سه تا بچه‌ام در خطره. شما به ایران دیپورت بشیم دیگه ادامیم. را خواست میکنم از هر کسی که هر دینی داره، هر مذهبی داره، هر چی از دست میاد برای نجات ستا بچه، من هیچ، هر چی از دست دار میاد، همچی از بنیاد نوروز، همچی از آقا بهمن، هر کسی که هر چی از دست بر میاد برای خاطر ستا بچه، ما را از مرگ نجات بدن. این که مرگ یعنی حقیقته. چون من خودم این وزمه، شب روز کار میکنم، روزی 5 میلیون خاطر که روز مزه بچه ما در بیاره. 5 میلیون یعنی حدود 2 دلار. 2 دلار بله. هر روز من صبح رفتم تا حالا کار میکنم، تونل میزنم 6 متر 7 متر تونل میزنم با 5 میلیون. منم خرجم به پای خودم. برای 5 میلیون شما چی؟ دیگه مجبوریم. وقتی اینجا گوشت حیوان بزرگ کیلو 8 میلیون تا 9 میلیونه، گوشت مرغ از 3 میلیون تا 3 میلیون 750 هزار لیر ترکیه، کیلو برنج 2 میلیون اون خرابش، یعنی کیلو لوبیا میخریم 1 میلیون و نیم، کیلو قند میخریم 2 میلیون 250 هزار. یعنی با 5 میلیونی که در روز میگیری. من یه چیزی به تو بگم، من یه چیزی حقیقته، به خدا برنج درست میکنم خودم نمیخورم، با خدا دزدی نون کردم برای ستا بچم، با هرچی هر دینی که میپرسی. رفتم کارگری کردم، صاحب کار برای من نون آورده، نون با دزدی صاحب کار نون از توی یک پلاستیک قایم کردم، آوردم برای بچه هم، خودم نخوردم. با اون خدا 40 روز توی قلعه خوابیدم. این آقا کریم میدونه که اینجا یه برادر بزرگ ماست، اون میدونه خیلی وضعیت ما میدونه، چون اون خودش پناه نمیتونه کمک کنه. آره من دیگه این میدونی، من اینه درست که اینو آوردم، بله اینه خریدم کیلوی 1,750,000. اینقدر از این، اینقدر از برنج، اینقدر از این با هم قاطی میکنم، قاطی میکنم، درست میکنم برای بچه هم دیگه. مجبورم، من گفتم با خدا دزدی نون کردم برای بچه هم. نون از زبل در آوردم، شستم از آشغال دونی، با خدا از آشغال دونی، از زبل در آوردم، شستم، دادم به بچه‌ام خوردم. از آشغال دونی نون در آوردم. آره به اون خدایی که ما را درست کرده، به هر دینی که می‌پرسید. چون من مجبورم به کجا پناه ببرم؟ نمیتونم به عراق برم، واسه عراق میدونی چه جوریه. چون این ظلم از یون به من کرده. میان 3000 پناهنده من پناهنده بسته شدم. این خیلی خیلی یعنی برای یون، برای هر انسانی که درک کنه، این خیلی ظلم بزرگ. من هیچ 3 تا بچه دارم. نه خواهد دارن، نه مادرشان در سال 2000 به سبب سرطان فوت نموده. تصدیق میگم این 4 سال خودم اونا را هم لباس نمیشورم، هم غذا درست میکنم، هم مادرم هم پدرم. چون زحمتی که من میکشم یعنی خیلی شاهد دارم، همه پناهنده شما درق میدونم. آقا کریم فرخپور در سال 2000 تا حالا من میشناسه، حتی در عراق هم شورای من بود، اینجا هم برادر بزرگ ما بود، چند دو بار رفته یو این برای من صحبت کرده، جوابش ندادم. گفت حقا به خاطر بچه هاش، 3 تا بچه داره. الان مثل از
من گفتم به یوئن، گفتم به حساب یک حیوان برای من بکنی. مثلا من یه حیوانم، چون حیوان در اروپا در همه دنیا حیوان ارزش داره. درسته. حساب یه حیوان برای من بکنی که سه تا بچه دارم، به کجا پناه ببرم؟ من از اینه برم ایران اعدامم، خودکشی کنم، سه تا بچه پناه به کی ببرم؟ من خواستم خودکشی بکنم، شاهد دارم. ولی گفتن شما خودکشی بکنی، سه تا بچه به کی پناه ببرن؟ درسته. بچه هم گریه کردن، گفتن تو خودت بکشی، ما به کجا بریم، به کجا پناه ببریم؟ درسته. حالا دوباره تکرار میکنم، از خود شما که آقا بهمن لطف کردی که تو در امریکا آمدی اینجا داره خدمت میکنی به مردم، ولی ما بیشتر از مردم بدبختریم. الان کور نیستم، از کور بدبخترم. دیوانه نیستم، از دیوانه بدبخترم. زن نیستم، از زن بدترم. نه مردم زن بیارم، نه زنم شوهر کنم. الان چون سه تا بچه، این بختیاره، این عمرش، این سه سال من خودم اینه میشورم، دیواسش میشورم، شیر بهش دادم، بزرگ کردم، مادرش سرطان خونی داشت، فوت نبود از بعد. از شما خواهش میکنم هرچی از دستت میاد، هر کسی که، هر انسانی که هر دینی داره، هر مذهبی داره، این سه تا بچه‌م از اینجا نجات بده. اگر خودم هم نبره، سه تا بچه‌م نجات بده، ببره جایی که اینجا آینده داشته باشم. این سه ساله، این شش ماه گوش نخوده، فقط یه طرف یک دفعه تو این شش ماه از طرف بنیاد نوروز به من 3 کیلو گوشت مرغ دادن، اون خوردیم. تا حالا من نمیتونم خزانه، چون خزانه نمیدونم درست کنم خزانه. خب همین برنج و تخم مرغ و گوجه فرنگی و همین دیگه، من نمیتونم خزانه خوشمزه، چون ندارم خزانه خوشمزه باید درست کنم. بله. نمیتونم برم مسافرخانه، اینجا بری مسافرخانه باید برای یه نفر 20 میلیون پول بدیم. 20 میلیون عرب خدا. بله. باشه، آخرین پیامتون برای ایرانیانی که این برنامه رو نگاه میکنن چی هستش؟ سلام به همه ایرانیان، به هر کسی که به حرف من گوش میکنه، به هر کسی که به مظلومیت درک میکنه، خواهش میکنم از هر ایرانی که، چی ایرانی، هر کسی که انسان و انسان دوسته، به این سه تا بچه‌م، این کوچیکشه، این وسطشه، این بزرگشه، ازتون خواهش میکنم هر چی از دستم برمیاد، هرچی از دستم برمی آید، هر کاری که میتونید برای نجات سه تا بچه‌م کمک کنید. هر کسی که بخواد سه تا بچه‌م نجات بده از اینجا، بدون خودم من حاضرم، راضی هستم که هر شیوه، به هر طریقی، چون نمیتونم به ایران برگردم، نمیتونم به عراق برگردم، اینجا پرونده بسته مطلق شدم، خانمم در سال 2000 به سبب سرطان فوت نموده. پیامم برای هر کسی که انسان دوسته همینه، من پرونده بسته مطلق هستم در ترکیه، از بنیاد نوروز، از آقا بهمن، از او کسی که این فیلم بداره میکنه، خیلی خیلی ممنونم، لطف کردین، از خسته و درد ما کمک کردن، خسته و درد ما و فکر ما را کم کردن، خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.